بچه ها به کانال ما چارزه خوش اومدید. خیلیتون هم میگید چرا هوم تور نمیذارید؟ یکی از دلایلش اینه که خونمون هنوز کامل نیست، یه سری خورده کاری داره. توی این ویدیو هم اگر صدای توپ توپ شنیدین بدونید که توی حیاتمون بناییه. اینجا کمد دیواری اتاقه ولی هنوز هیچی کمد مماد نداره. ما میخوام از این فرصت استفاده کنیم و اینجا یه اتاق مخفی باحال بسازیم امروز. اینا چیه؟ دو چرخه دارین؟ نه، اینا کارتون اساسامونه. هیچی فعلا داریم به صورت انباری از اینجا استفاده میکنیم. خب، برای اینکه بتونیم یه اتاق مخفی باحال بسازیم، باید اینجا رو خالیش کنیم. پس کامل اینا رو میریزم. نه! کامنت سابسکرایب یا نه نه نه. تیکه ولی دیگه بالاخره خالی شد دیگه. نگاه کنید خالی شد. بفرمایید بیاین ببینیم. سلام. سلام. یکی پر انرژی، یکی مریض. مدرسه محروم شده. آقا قبل از اینکه بریم دیزاین کنیم اینجا رو، یه دکمه دارین اینجوریه، اونو بزنیم بعد بریم با هم دیزاین کنیم. لایک کنید، بزنیم بریم دیزاین کنیم، واسه دوستاتون هم بفرستید ببینن چه ویدئوی خفنی داره ماشاءالله. خب آقا اینا یه دونه فرش هستن بچه‌ها تو اتاقشون. آوردن اینجا. اینجا می‌خوان اول از همه فرش کنیم اتاق مخفیمونو که اذیت نشیم. دمپایمون هم می‌ندازیم. خب بفرمایید، خیلی خوش اومدید. خب ما یه دونه جعبه داشتیم اینجا، احساس کردم که این به دردمون بخوره. بیارش پایین بچه هم بتونم ببینم. اول از همه باید بریم سراغ فرنیش کردن اتاق شیکمون. این رو میتونیم این چی بوده؟ این صندلی غذایی بچه ها بوده ولی الان میتونیم به عنوان مبل جا میشن روش. آره بابا بشین بشین عمو ببینه جا میشه. ببین پایه‌هاش هم بلند میشه. اصلا فکر نکنی که واسه امیرعلی فکر نکردم. خب اینم جا واسه امیرعلی حال نداره. اینجا چیز امیرعلی. امیرعلی جا بشیم. چه مبلی شد. خوبه؟ میتونی دراز الهی؟ امیرعلی رو فکر کنم به جای مبل باید تخت خواب برش. من میگم اون بالا رو تبدیل به تخت خواب کنی، امیرعلی اونجا بخوابه. مریض منظور بخوابه. آره موافقه. میخوام من اینجا بشینم. پاشو مامان ببینم من. نکن چمدون خراب میشه. یه چمدون قویه خراب نمیشه. عجب چیزی طراحی کردم. به به دست تو. دیگه برام چای و قهوه بیارین بخورم. خب اینم از رفتن مریض منظور. این به خاطر اینه که پتوی بچگیش انداختیم روش، خوشحال شده. چه چیز خوبی شده. خیلی اینجا تخت خوابمونه، اون نفر بعدی هم میتونه اون زیر بره بخواب. کو هستن نفر بعدی؟ امی صدرا. امی صدرا این چی آوردی؟ خرسی شو آورده. یار همیشگی امی صدرا است. امی صدرا چیکارش میکنه با این خرسی؟ چیکار میکنی باهاش؟ این دوستشه. امیر صدرا شبا این شکلی روی بخواب. شبا بخواب. شبا چه جوری میخوابی؟ شبا امیر صدرا هر شب واقعا هم شکلی میخواب. خب حالا بریم بذاری دیزاین کنیم. خونم خیلی خالیه. چه تاخچه زیبایی. همه اینا موقت ما زدیم تا آقای کمد دیواری بیاد وصل کنه کمد. لباسامون نمیشه این چند وقت ویلو باشه. بعد مجبور شدیم اینجوری. چه چیزای خوبی اون بود. این همه مال بچگی هاشونه. اینه سیسونی های بچه ها. بچه ها اینه یادتونه این واسه همون سندلی هست. بله. ولی ای تو سرت آقا یه چیز با وزا نشون تو بدم. میدونین این مال کیه؟ اینه نگاه کنید اندازه اینه بچه. این اولین نمیشه یه روز این شکلی بوده. این اولین تیکه لباسی بود که سمیرا گرفته. آره اولین لباسی بود که فهمیدم امیرعلی پسرات مشغله. خب دیگه چیزی نداریم فکر کنم. امیرعلی تو هم بخوام رو پتو بندازم.
بابا اینجا اتاق خواب چه نیست، اتاق مخفی، اتاق بازیه. چرا؟ باید بخوابیم اینجا. خب بالاخره بدونم خواب هم احتیاج داره دیگه، فقط بیداری نیستش که. بچه ها جفتتون گرفتین خوابیدین؟ بچه ها بیاین براتون یه ایده هیجان‌انگیز دارم که هم خوش بگذره بهمون هم اتاقمون رو قشنگ کنیم. موافقین؟ کار کنیم. کاغذ نمیخواد که بابا. اینها اینجا رو نها کنین، این دیواره رو بسیارت موقت فوم چسبوندیم قشنگ بزنیم میکشه روش. آره خب نقاشی بچه ها تموم شد، از ساده ترین نقاشی شروع میکنیم که خیلی بیادبیه. این همه زحمت کشیدم من. نقاشی زهره خانم. تابلوه این اتاق عزیزم علکی نیستش. بله نگاه تابلو فرش این اتاق شما نگاه کن، دور تا دورش همه قاب بندی شد. من دست و پام بسته بود، رنگ نداشتم، نمیتونستم با ماژیک رنگش کنم، وگرنه دور تا دورش رو براتون قاب بندی. اونم کودک درونته بکنم. خب بریم سراغ امیرصدا. چه نقاشی خفنی. رباتمه. اون خودتی اونم رباته؟ آره. چشم و دهنتو به ما نشون بده ببینی. من چهار تا چشم تو چهار تا چشم داری؟ چشم دارم. دهن نداره. دهن نداری؟ چجوری غذا میخوری پس؟ خب اینجوری رو از میرم خودم میخرم دوباره دهن. آه میرم دهن میخری بعدن؟ از رباتم میتونه پاشو دراز کنه، دستشو دراز کنه. خیلی خفنه. ولی خب. این دستش درازه، اون دستش کوتاه، پاش دراز، پاش کوتاه. خیلی جالب بود ایده. خب بریم ببینیم امیرعلی از این بالا تا این پایین فکر کنم کلی داستان داره. امیرعلی تعریف کن ببینیم چی کشیدی. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. احساس میکنم ربات تو رباته، یعنی یه ربات بزرگه یا یه هیولای بزرگه، توش هم یه هیولاست. خب خیلی هیجان انگیز و جذاب. حالا وقتشه که اتاقمونو مخفی کنیم. آره به نظرم وقتشه که اتاقو واقعا مخفی کنیم. اتاق کاملا پیدا سرم. خب مخفی نیستش که وقتشی که مخفیش کنیم و قایمش کنیم پشت درای بسته. این شما و این اتاق نیمه مخفی. آره چون الان واقعا پیداست. بچه ها ما رو میبینیم. سلام مخفیتون کنیم. خب بکنم خیلی کاربردی باشه این اتاق. الان دلیلش رو بهتون میگم. بچه‌ها بیرون نمیان از تو شب خوشحال. امیر صدا که میگه میشه ما اتاقمون همیشه همینجا باشه خیلی خوبه. خب آماده؟ خب ببین این میز خیلی سنگینه. از پیرش این شما اصلا مهم نیستش که ما نمیتونیم بیایم تو. نه مهمه. ما هم بگیم بریم تو. اصلا تابلو نیستش که مثلا چرا آینه این نه ما آینه رو وسط خونه میذاریم. آره ما مدلمون اینجا. ما اینجا خودمون رو اینجا میبینیم بعد کنسولم هم میذاریم اینجا. خیلی هم عالی. خب چطور بود دوزر مخفی؟ دوست داری؟ آره این حالی مخفی شد خیلی شد. خوشمون اومد. لایک کنید، کامنت خوب بذارید. مرسی که تا اینجا با همون بودید. کلی جا واسه اتاق مخفی تو این خونه. آره کلی جای خفن داریم. پس تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.